جنگ نفتکش ها، این بار بین ایران و کشوری که هزاران کیلومتر از آن دور است. یک روز پس از قطعی شدن توقیف یک محموله نفت ایران در جنوب یونان، سپاه پاسداران اعلام کرد که دو نفتکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرده است. نیروی دریایی سپاه دلیل توقیف این دو نفتکش را تخلفات آنها اعلام کرد، اما نگفت آنها مرتکب چه تخلفی شدند. در هر حال همه شواهد حاکی از توقیف تلاف جیانه است. روز جمعه ساعتی پیش از توقیف این دو کشتی، سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی تهدید کرده بود جمهوری اسلامی در پی توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت یونان و در اختیار دادن نفت آن به آمریکا تصمیم به اقدام تنبیهی علیه یونان گرفته. همان هم شد. سپاه دو نفتکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد و خبرگزاری تسنیم وابسته به این نیروی نظامی تهدید کرد که ممکن است هر یک از 17 کشتی دیگر یونان که در خلیج فارس هستند هم توقیف شوند. یک روز پیش از این اتفاقات، خبرگزاری رویترز اعلام کرد آمریکا یک محموله توقیف شده نفت ایران در سواحل یونان را به یک نفتکش آمریکایی منتقل می‌کند. ماه گذشته یونان نفتکش روسی پگاس با پرچم ایران را که بعداً به لانا تغییر نام داد به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا توقیف کرده بود، اما پس از اینکه مشخص شد نفت آن متعلق به ایران است آزادش کرد. نفتکش هنوز در سواحل یونان بود که وزارت خزانه داری آمریکا به یونان اعلام کرد این محموله نفت ایران باید توقیف شود. آن هم تقریباً همزمان با سختگیری آمریکا علیه همکاری روسیه و ایران برای فروش نفت. اقدام تلافی جیانه جمهوری اسلامی علیه یونان برای آنها که سابقه اقدامات سپاه در خلیج فارس را دارند غافلگیر کننده نبود. دی ماه 1399 سپاه پاسداران یک نفتکش کره جنوبی را در اوج اختلافات تهران و سئول بر سر 7 میلیارد دلار پول توقیف شده ایران در کره جنوبی توقیف کرد و 3 ماه بعد آزاد کرد. یک سال قبل از آن هم نفتکش بریتانیای استینا ایمپرو را بعد از توقیف یک نفتکش ایرانی در جبل طالق توسط نیروی دریایی بریتانیا توقیف کرده بود. حالا با توقیف این نفتکش ها در خلیج فارس، یونان بلافاصله به آنها واکنش نشان داده. وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای اقدام سپاه را توقیف خشونت‌آمیز و دزدی دریایی خواند. در ضمن از شهروندانش هم خواست که به ایران سفر نکنند. بیانیه تندی که هنوز مشخص نیست چقدر روی مقامات جمهوری اسلامی تأثیر می‌گذارد. به نظر نمی‌رسد مقام‌های ایران حاضر باشند چشم از محموله نفت توقیف شده خود در سواحل یونان که در حال انتقال به یک نفتکش آمریکایی است بپوشند. آن هم در شرایطی که در وضعیت جنگ اوکراین روسیه برای فروش نفت تخفیف ویژه می‌دهد و بازار ایران را کساد کرده. مهرداد مشایخی،